به نام خدا. سلام دوستای گلم، دختر و پسرای گل کلاس پنجم. خوشحالم که بعد از چند جلسه وقفه و استراحت دوباره در خدمت شما هستم. یه سلام ویژه هم دارم به بچه‌هایی که جلسه اولشونه ما در خدمتشون هستیم. یه سلام ویژه تری هم برای بچه‌هایی که قبلاً هم بودیم در خدمتشون. بچه‌ها ما می‌خوایم بگیم سر کلاس خلاقیت چیکار قراره بکنیم؟ اصلا خلاقیت یعنی چی؟ ببینید بچه ها، مغز شما دقیقا مثل یه چراغ جادو میمونه که توش یه قولی خوابه. اگه شما اون قوله رو از خواب بیدار کنید، شما رو به آرزوهاتون میرسونه. اون قوله اسمش خلاقیته. یعنی اگه شما به خلاقیت برسید، به آرزوهاتون به راحتی میرسید. خب ما تو این قسمت که داریم کار میکنیم، خلاقیت حل مسئله بیشتر خلاقیت ریاضی داریم. حالا خلاقیت های دیگه ای هم داریم ها، مثلا تو داستان نویسی، تو کاردستی، تو چیزهای مختلف، موسیقی، ولی ما تو این کلاس هامون خلاقیت ریاضی داریم. خب خلاقیت ریاضی چی کار میکنه؟ بچه مغزتون رو پرورش میده، فکرتون رو قوی میکنه، قدرت استدلال بهتون یاد میده، بهتون یاد میده چطوری مسئله ها رو حل کنید، با مسئله ها چطوری برخورد کنید. خیلی خیلی به درد آزمون های ورودی میخوره، رو همه درساتون تأثیر میذاره. چرا؟ مثلا ما میایم یه جدولی حل میکنیم، میگی آقا مثلا این سوال ماشین حساب خرابه، تو آزمونا ماشین حساب خراب میاد یا تا حالا اومده؟ نه. شما تا حالا یه کشتیگی رو دیدید که میره وسط دوشک کشتی بعد بدوه؟ نه. ولی تو تمرین ها که میرید بیشتر وقتشون دارن میدوهن، چون آماده میشن، نفس کم نیارن. ما هم همینطور این تمرین هایی که بهتون میدیم مغزتون رو آماده میکنه که از پس سوال‌های سخت، سوال‌هایی که تا حالا ندیدید، احتیاج به فکر، استدلال داره، بر بیایید. و یک جلسه یه درسمون از یه درس دیگه جالب‌تر. یعنی اولیه دومی از اولیه جالب‌تر، اولیه دومی جالب‌تر. حالا ببینید، باور نمی‌کنید، ببینید طرح درس‌های ما رو. اون دوستای گلمون که جدید اومدن، اون دوستای گلمون هم که قبلا بودن، یه مروری میشه تو ذهنشون، یه مروری میکنن که ببینن ما چیکار کردیم تو این چند جلسه. خب من میخوام اول از این حل کنیم، بریم سراغ این. یه جور سودوکو خیلی جالبه، یه سودوکو خیلی قشنگ، یه سودوکو خیلی قشنگ. چه جور سودوکو؟ شما تا حالا سودوکو زیاد دیدید. ای آقا سودوکو توش 42 داره، سودوکو توش 12 داره، 63 داره، اصلا 40 داره، اینا یعنی چی؟ بچه ببینید این سودوکو چقدر جالبه. همه اون فواید سودوکو رو داره. خب یه چیز دیگه هم اضافه داره بچه، تو همه سطرها و ستونها ما باید اعداد یک تا نه رو بنویسیم، باید اعداد یک تا نه رو بنویسیم و تکراری هم نباشه، نباید عدد تکراری داشته باشیم. و نکتهش چیه؟ قانونش چیه؟ بچه یه ناحیه به چند تا خونهی میگیم که با خطای تیره مشخص شد، مثلا اینا یه ناحیه است، این یه ناحیه است، اینا یه ناحیه. بچه ها بعد عددی که گوشه ناحیه نوشته شده، این عدد قرمزا حاصل ضرب اعداد توی اون ناحیه باید باشن. عدد هایی که این تو نوشته شده، مثلا 45، حاصل ضرب این دو تا عدد باید بشه 45. ما فقط هم از اعداد 1 تا 9 میتونیم تو جدول اون استفاده کنیم و هیچ عددی هم نباید تکراری باشه. خب یکی از
دخترها یا پسرهای گلمون که تابستون نبودن، جلسه اولشونه، دلم میخواد بیاد رو خط. پس نمیتونید با من صحبت کنید. خب من خودم حل میکنم. دقت کنید، بچه دقت کنید، اول میرم سراغ خونه هایی که مطمئنم. خب مثلا از ناحیه است یه عدد توش نوشته 9. خب اینجا فقط پس باید 9 بنویسم دیگه، اینجا فقط می نویسم 9. خب دیگه سراغ چی برم؟ میگردم پیدا میکنم، میگردم ببینم چیو میتونم بنویسم. آقا یه خونه‌ای دیگه نداریم؟ یه خونه‌ای دیگه نداریم. حالا اگرم داریم الان نمیبینید. بچه ها نگاه کنید، یه معما، یه مسئله مثل یه قلعه میمونه. شما همینطوری وقتی میخوای بری یه قلعه رو فتح کنی، تا حالا رفتید یه قلعه رو فتح کنید دیگه، همینجوری سرتو نمیندازی پایین مستقیم بری که به هر جا خوردی بزنی بری تو، نمیشه که. باید بری قشنگ ببینی نقطه ضعف اون قلعه کجاست، از کجا میشه بهش رخنه کرد وارد قلعه شد. همینطوریه اینا. من الان برم بگید آقا اینجا دو تا عدد ضربشون میشه 3، خب من میگم 3 و 1. حالا میگید کدومش 3 کدوم 1؟ میگم خب نمیدونم. آقا پس الان 12ه، این چی؟ میگم اینم نمیدونم الان. آقا پس تو چی رو میدونی؟ من میدونم باید برم بگردم ببینم از کجا میتونم عدد پیدا کنم و عدد بنویسم. این 63 رو نگاه کنید میشه 9 هفته 63 تا. فقط هم دوتا عدد یه رقمی که ضربشون بشه 63 9 و 7. خب حالا که اینجا 9 داریم، 9 میاد این ور، 7 میاد این ور، این میشه 9 و 7. حالا من 9 دارم، 7 دارم. بچه اینجا من یه 63 دارم، بالا 9 دارم، پس 9 باید پایین بنویسم، 7 رو بالا بنویسم، بازم 9 7 63. خب دوباره میگم ببین همینجوری باید بگردم اعدادی رو که میتونم بنویسم. میام نگاه میکنم اینجا 7 دارم. چرا؟ چون اینجا 7 دارم، میبینم اینجا هم 7 دارم، 7 میشه 7 1. چون بالا هفته، 7 رو پایین می نویسم، 7 بالا 1. خب اینم از این. دوباره می گردم، دوباره نگاه می کنم 2، بچه 2 میشه 2 1. اینجا 1 دارم، نمیتونم اینجا 1 بنویسم، 1 رو اینجا می نویسم و 2 رو اینجا. ببینید بچه چقدر جدول جالب و مفیدیه، هم سودوکو داره، هم جدول ضرب داره، هم جواب، یعنی یه جورایی تقسیم هم داره. خیلی نکات آموزنده‌ای تو این معماها هست، یعنی اگه شما بتونید اینا رو حل کنید، اولش شاید یه ذره سخت باشه، بعد براتون خیلی راحته و به سرعت حل میکنید دیگه. مسابقه میزید که من چند دقیقه میتونم اینو حل کنم. خب حالا ادامه میدم، اون 2 رو نوشتم، اون 1 هم نوشتم. بعد دوباره برم سراغ چی؟ دوباره میگردم. بچه من اینجا 7 دارم، خب و 9 دارم و 1 دارم، میگردم ببینم اینجا کدوماشون توشون 7 به کار میره. آها 28 7 داره، پس 4 هفته میشه 28 و 7ش باید بره بالا. 7 رو بالا می نویسم، 4 رو پایین، 7 4 تا 28. حالا این شد 4. دوباره بالا نگاه می کنم برای 7، چیزی ندارم.
و حالا نو هم نگاه میکنم، نو هم چیزی ندارم اینجا، این نو هم همینطور عمودی و افقی هم میتونم نگاه کنم، بلن چیزی نمیبینم اینجا. ولی اینجا رو دقت کنید، اینجا یه هفت دارم و یه 42. خب 42 فقط 6 هفت میشه، پس من اینجا 6 باید بنویسم و اینجا باید بنویسم 7. 6 هفته میشه 42. خب بچه اینجا 4 دارم، 4 رو نگاه کنید، 4 اینجا که 4 ندارم هیچی، 4 32 4 داره. خب پس 4ش میاد 4 8 میشه 32 تا، 4ش میاد پایین، 8ش میره بالا. حالا نگاه کنید، حالا 8 پیدا کردم، 8 اینجا 40 دارم، 8 5 تا میشه 40 تا. نگید 24 میشه 3 8 تا، نه ممکنه 4 6 تا هم باشه. مراقب این اعدادی که دو تا ضرب دارن باید مراقبشون باشید. پس 8 40 فقط میشه 8 5 تا، 8 اینجا می نویسم و 5 رو بالاش می نویسم. خب آفرین آفرین، سلام به همه دختر و پسرهای گل مجددن. خب بچه بریم سراغ بعدی. حالا من یه سوال میپرسم، الان من میخوام تو یه ستون عدد بنویسم، به نظرتون تو کدوم ستون، از سمت چپ، ستون اول، دوم یا سوم، تو کدومش میتونم عدد بنویسم؟ برای من بنویسید. جواب ها نمیاد برام، بگید تو ستون اول میتونم بنویسم، دوم یا سوم. بچه ستون گفتم دیگه. آفرین 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 امیر محمد جعفری، آفرین. بچه گفته چهار پایین، تو ستون چهار پایین. بچه چهار چند چند تا میشه؟ چهار تا، دو دو تا که نمیتونم اینجا دو تا دو رو بغل هم بنویسم، و یک چهار تا، پس یک چهار تای دو دو تا نیست. این ستون یک دارم، این بالا یکه، پس یکش باید بیاد اینجا و چهارش بیاد اینجا، پس این شد چهار. خب الان نفر بعدی بگه چیه؟ میگن تو ستون دوم، تو ستون دوم آفرین، 54 رو میگن، آفرین. ستون دوم خانم سلیمانی، سحر رحمانی، محمد هادی، آفرین آفرین. بچه ها 54 میشه 6 9 تا. خب 6 بالا دارم، پس 6 میاد پایین، 9 میره بالا. ببینید جدول همین جوری داره پر میشه. خب حالا ادامه بدیم دیگه، تو کدوم ستون میشه نوشت؟ 5 در ستون 5، حسین فریادی گفته 2 4 5، 5 ستون 5 رو گفته میتونم بنویسم. از کجا میتونی بنویسی؟ اینجا این 5 ستون 5 رو آقا حسین میشه 1 5 تا، ولی نه اینجا 1 دارم نه اینجا 5، نه آها چرا، ببخشید ببخشید، اینجا یه 1 دارم، آفرین. این 1 پایین، 1 میاد اینجا، 5 میاد اینجا. حالا چی رو میتونم بنویسم؟ عدد آخر چهار، ایلیا، عدد آخر چهار، چهار آخر. حالا
بچه این پنجو پیدا کردم، این چهله میشه هشت پنجتا، پس پنجش میاد این ور، هشتش میاد اینجا، این بیسته میشه چهار پنجتا، این پنجش میاد اینجا، چهارش میاد اینجا، چهار میشه یک چهارتا، چهارش میاد پایین، یکش میاد بالا. خب تا اینجا اینا همه رو پیدا کرد. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دانا عباسی میگه ستون یک. ستون یک چی رو بنویسیم؟ ستون یک، آفرین آفرین، شونزده ستون یک. بچه ها شونزده چهار چهارتا یا دو هشتا؟ من چهار چهارتا نمیتونم بنویسم چون دو تا علای تکرار، پس میشه دو هشتا، هشتش پایین دوش بالا. خب بعد میریم ادامه میدیم. دیگه چی؟ 35 پایین، آفرین، کی گفته؟ محمد هادی گفته، آفرین. این 35 پایین، بچه اینجا 5 دارم، پس 5ش میاد اینجا، اینجا میشه 7. خب ستون 8، ستون دوم 18، پوریا دهقانی گفته ستون دوم 18، ستون دوم 18 نداره، اون ستون سومه که 18 داره. بعد 18 رو نمیدونیم 3 6 تاست یا 2 9 تا. بعد بچه باید تو هر سطر و ستون مثل سودوکو اعداد 1 تا 9 رو بذاریم، تو هر سطر و ستون اعداد 1 تا 9 رو بذاریم، این عدد قرمزا حاصل ضرب اعدادی که تو اون ناحیه قرار داره. یعنی این که نوشته مثلا 45 ضرب این دو عدد باید بشه 45. میگم 32 یکی مونده به آخر. آها آفرین، این 32 یکی مونده به آخر، 32 یکی مونده به آخر، آفرین. 4 هشته اینجا 4 دارم، 4 میاد اینجا، 8 میاد اینجا. خب بعدی اینو که نوشتم، 32 رو نوشتم، آفرین. رضا منصوری نثار گفته بود ستون 3 عدد 15 نازنین، نازنین فاطمه خانم در کردی، ستون 3 عدد 15، آفرین آفرین. این 15 رو میتونم بنویسم، میشه 3 5 تا، اینجا 5 دارم، پس 5ش میاد اینجا، سه میاد اینجا. دیگه تاها جلیلوند ستون 9 15، ستون 9 یعنی ستون آخر 15، یکی مونده با آخر، اشتباه گفت 8. بچه این 15 3 5 تا، بالا 5 دارم، پس 5 میاد پایین و 3 میاد بالا، آفرین. بعدی ردیف ستون نازنین زهرا کاوه گفته ستون ششم 42، ستون ششم، ستون ششم که 42 نداریم، ستون هفتم داریم، ستون هفتم 42 رو داریم. شاید ردیفش، بله از اون ور داره میگه، تازه بازم ششم نمیشه، این 42 رو گفته، میشه 6 7 تا، 7 بالا داریم، 7 میاد پایین، اینجا میشه 6، 6 7 تا. خب دیگه چی؟ ستون آخر سحر خانم رحمانی گفته، اصل حمزه هم گفته ستون چهارم، ستون چهارم، ستون چهارم همه رو نوشتیم، هیچی نمونده. گفته ستون آخر 40، بله بچه 5 داریم، 5 8 5 میاد پایین، 8 میره بالا. خب بچه یه نکته اینجا، حالا اجازه بدید ببینیم، میخوام یه قلقی اینجا بهتون یاد بدم. سطر سوم رو نگاه کنید، مگه نگفتم باید اعداد 1 تا 9 باشه؟ خب
الان 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 رو دارم، 1 و 2 رو ندارم. 1 رو همینجا میشه نوشت، همینجا، ولی 2 رو فقط، 2 رو تو 3 نمیتونم بنویسم، اینجا باید 2 رو بنویسم. پس این میشه 2، این میشه 1، این میشه 1، این میشه 3. خب دیگه چی؟ حالا یه چیزی میخوام بگم، یه سوالی میخوام ازتون بپرسم بچه. این 18 گوشه بالا چند در چنده؟ 2-9 تاست یا 3-6 تاست؟ و کدوم بال؟ این عدد بالاییشو به من بگید، اون عددی که تو خونه ای که 18 نوشتم باید بنویسم و به من بگید چی باید بنویسم؟ اون عددی گوشه بالا سمت راست تو خونه ای که نوشتم 18، چه عددی باید بنویسم؟ دانا عباسی درست گفت، رضا منصوری نصار درست گفت، یلدا درست گفت، سعادت موسوی درست گفت، آفرین آفرین، ستایش درست گفت، آراد انگام درست گفت، آفرین آفرین، محمد هادی هم درست گفت، آفرین. بچه ما میدونیم 18 یا 2-9 تا یا 3-6 تا. بچه 2-9 تا نمیتونه باشه چون تو ستونش 9 دارم، اینجا 9 دارم، پس 2-9 تا نیست، 3-6 تاه. خب حالا 3-6 تا پایین 3 رو دارم، پس 3 رو باید ببرم بالا بنویسم، 3 اینم 6. حالا یه سوال دیگه میخوام بپرسم، این خونه ای که توش نوشتم 12 چه عددی باید باشه؟ اینجا، اینجایی که علامت سوال میذارم برای من بنویسید، به جای علامت سوال چه عددی باید باشه؟ نه فقط یه رقم باید بنویسید دیگه. بچه به جای علامت سوال چه عددی باید بنویسم؟ ببینید من صدام وصله؟ صدای منو میشنوید؟ آفرین آفرین محمد راهداری، دانا عباسی، پوریا، نازنین، محمد صدرا، بچه سنا حمزه‌پور، آفرین عرفان عزیزی. بچه ببینید، خب 12 یا 3-4 تا یا 2-6 تا؟ 3-4 تا که نمیتونه باشه چون 3 و 4 رو تو ستونش داریم، 3 و 4 رو تو ستونش داریم، نمیتونیم از 3 و 4 استفاده کنیم. پس مجبوریم از 2-6 استفاده کنیم. حالا که از 2-6 بخوایم استفاده کنیم، 6 رو بالا داریم، 6 میره پایین و 2 میاد بالا، پس این شد 2-6 تا. خب حالا یه سوال دیگه میخوام بپرسم، بذارید اول سوالمو پیدا کنم، بذارید سوالمو پیدا، میخوام یه جای سخت رو پیدا کنم، میخوام یه جای سخت رو پیدا کنم.
بچه ها اینجا چه عددی باید بنویسم؟ فقط اینو این ضرب به این قبول نمی کنم. جای علامت سوال چی باید بنویسم؟ چه عددی؟ یک تا نه یه جواب برای من بفرستید. از یک تا نه یه جواب بفرستید. بچه ببخشید امروز نمیتونیم با کسی تماس صوتی داشته باشیم. آفرین محمد راهداری، بچه یه بار بفرستید. سدران سلیمانی، رضا منصوری، یلدا جعفری، یلدا نه ببخشید یلدا رو اشتباه گفتم، محسن بود درست گفته بود. نه اشتباهه. ایلیا سیادی حسین فریادی درست گفته. بچه گفتم یه دونه جواب بفرستید. آفرین رضا منصوری. یه عدد فقط بفرستید. همین. دانا عباسی آفرین. خب حالا بریم حلش کنیم. ببینیم از کجا باید بفهمیم به جای علامت سوال چی باید بنویسیم. نگاه کنید. خب بچه ها نگاه کنید به جای علامت سوال چی باید بنویسم. اولا علامت سوال تو 18 بود. فقط 18 یا 3/6 یا 2/9. ولی الان نمیدونم 3/6 یا 2/9. خب یعنی اینجا هم میتونم 6 بذارم هم 9. 6 و 9 اینجا نیست، این ورش هم 6 میتونه باشه هم 9. بچه ها این 42 بغل 6/7 داره. این 42 بغل میشه 6/7. پس تو این ردیف من 6 دارم. اینجا 6 نمیتونم بنویسم. یعنی این 18 من 3/6 نیست، 2/9. 9ش هم این ور نمیتونه، پس 9 میاد اینجا. اینجا 9، اینجا 2. آفرین. خب الان بذارید بهتون بگم. حالا بگید تو این خونه این که علامت سوال میذارم چی باید بنویسیم. خیلی سریع نوبت جواب بدید. گفتم به جای علامت سوال چی باید بذارم. اونایی که متوجه نشدن بچه ها باید برن فیلم آفلاین رو نگاه کنن. آفرین دانا عباسی، سدنا، آراد، باز یکی دو نفر دیگه هم بودن سریع رد شدن. سپر میراخورلی آفرین آفرین. بذارید ببینیم جواب چیه. چرا اومد این صفحه؟ خب من گفتم جای علامت سوال باید چی بذاریم. بچه نگاه کنید. اولا 24 یا 4/6 یا 3/8. 4/6 نمیتونه باشه چون تو ردیف پایینش، عدد پایینش نه 4 میتونه باشه نه 6. پس 3/8 داره. اینجا هم 8 نمیتونه باشه، باید 3 باشه. 8ش هم میره بالا.
بریم سراغ بعدی. من اینا رو تونتون میگم که بریم سراغ یه مبحث دیگه. ببین خیلی راحت میشه حرکت. 45 پنج 9 تا 5ش پایینه، 5 میاد بالا، 9 میاد پایین. حالا 3 رو که یه نکته خیلی جالبم اینجا داریم. بچه تو این خط میگم یه 3 میخوام. 3 رو کجا بنویسم؟ تو مستطیل 4 نمیتونم بنویسم، تو مستطیل 42 هم نمیتونم بنویسم، فقط اینجا میتونم 3 رو بنویسم. پس بالا میشه 1. خب 42 هم که 6 7 بود میدونم، این میشه 6، این میشه 7، تو اینا یه دونه 1 میمونه، 1 اینجا، 4 هم بالاش، 16 میشه 2 8 8 این وره میشه 8، اینجا هم 2. 18 رو نگاه کنید، 2 تا 18 داریم. بچه اینجا رو نگاه کنید، 2 تا 18 داریم. میخوام 2 تا 18 رو ببینم که چی و چی باید بنویسم. اول این 60، این 63 بالایی رو 7 9 تا، اینجا 7 دارم، اینجا میشه 7، اینجا میشه 9. اون 2 تا ستون کامل شد. ستون بعدی 2 تا 18 دارم، نگاه کنید، اینجا هم 18، اینجا هم 18، اینجا 6 دارم، اینجا هم 9 دارم، اونجا هم 2 دارم، اینجا هم 3 دارم. همشونو این ور اونور دارم. میام سراغ این طرف، بچه سراغ عددهایی میرم که میدونم چطوریه راحت ترم. دقت کنید، میرم سراغ عددهایی که راحت ترم. مثلا اینجا 16 80 تا میشه، اینجا 8 دارم، 8 میاد اینجا و 2 میاد اینجا. این از این 12 یا 2 6 تا یا 3 4 تا. 2 6 تا نیست چون 2 6 رو دارم، پس میشه 3 4 تا. 4 میاد اینجا، 3 هم میاد اینجا، این 4 و 3. بچه الان میخوام برم سراغ این خونه. میتونم اصلا نگاه کنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ندارم، پس اینجا میشه 9. 9 ضرب در 2 میشه 18. این 18 من اینطوری راحت پیدا شد. یه 24 اون بالا دارم، 3 8 نمیتونه باشه چون 3 و 8 دارم، 4 دارم، پس اینجا 6ه، 6 و 4. خب میرم سراغ این 18. خب معلومه که این دو نقطه، مثلا ببینم تو این ستون چی کم دارم. اینجا 6 کم دارم، اینجا میشه 3، اینجا 3 کم دارم، پس اینجا میشه 2 نقطه، 9 میاد اینجا، 2 هم میاد اینجا. خب پس الان ما این سوال رو کامل حل که آیه 18 این پایینم مونده، این 18 این پایینم مونده، 2 نقطه نیست چون 2 نقطه دارم، 3 6 تاست، 6ش میاد این ور، 3 هم میاد این طرف. خب بچه اینا رو برید به صورت چند بار حل کنید، چون آدم نمیتونه حفظ بشه که، یعنی اگه شما اینو حل کردی فردا بخوای اینو حل کنی که حفظ نیستی جواباشو، حتما دوباره حل کنید و سعی کنید زمانشون رو هی ببرید پایین، هی سریعتر حل کنید. ولی اول تمرکز رو بذارید روی این که درست حل کنید، یعنی اشتباه نکنید. خب بریم سراغ سوال بعد. این هم که نمونه همونه، هیچ فرقی نمیکنه. این 144 دیگه، حالا فونتش یه ذره بزرگ بوده، اینجا اینطوری افتاده، این عدد 144. اصلا شما نمیخواد بدون این چیه، همه رو حل کن بعد ببین چی کم داری تو ستونهات. اینجا هم که 84 ضرب این 3 تا میشه 84، ضرب 3 تا عدد میشه، یا ضرب این 3 تا میشه 27. خب این از این مطلب. بریم یه مطلب دیگر رو ببینیم، آها بچه اینم خیلی مبحث جالبی بود.
این هم خیلی جالب بود. ما باید این 5 تا عدد رو تو این 5 تا جای خالی می نوشتیم. بچه‌هایی که قبلا سر کلاس بودن خیلی دقت کنن ها، ما داریم براشون یه مرور میکنیم اون چیزایی که تابستون کار کردیم دوباره براشون تکرار بشه. بچه‌هایی هم که نبودن آشنا میشن، میرن سوالای بیشتر رو دانلود میکنن، فایلش هست حل میکنن. باید این 5 تا رقم رو تو این 5 تا جای خالی بذاریم تا این تساوی درست برقرار بشه. تا تساویمون چی باشه؟ درست بشه، تساویمون برقرار بشه. خب الان جوابو برای من بنویسید. عدد هر مربع برای کدوم مربع خالی است؟ بچه ها نمیدونیم که اگه میدونیست بکنم دیگه سوال نبود. من باید بدونم این 5 تا عدد تو 5 تا مربع، حالا اینکه صفر رو کجا بنویسم دو رو کجا، این به شما برمیگرده. آفرین بچه، به ترتیب بنویسید کافیه. دانا عباسی آفرین، ستایش. بچه خیلی از کتاب آماده شده ولی کتاب خلاقیت شما خیلی آماده نزدیک شده. نکتهش اینه که قرار بود که 12 فصل باشه، تقریبا شده 35 فصل. بعد 3 تا جلد کتابه، یعنی 105 تا مبحث من باید آماده کنم، بعد خودم هم باید معماهاشو طراحی کنم مثل اینا. خیلی سخته ولی نصف بیشتر کاراش انجام شده، 2/3 کاراش انجام شده، انشالله به زودی میاد بیرون. آفرین نازنین فاطمه، آفرین. ببخشید اونایی هم که با کیفیت MD هستن نمیتونن وصل شن. خب بچه ها چند نفر جواب؟ آفرین سنا حمزه پور. بچه ها باید خودتون پیدا کنید. نگاه کنید الان من بهتون میگم، نگاه کنید بچه ها، سنا حمزه پور قشنگ به ترتیب از این ور برای من نوشت، هیچ چیز اضافه هم ننوشت، نوشتش که 2. ببین اینجوری برای من جواب بدید. نوشت 2, 4, 5. بچه این جوابش میشه، نگاه کنید، 2 به علاوه 4، 2 رو تو این مربع نوشتم، 4 رو تو این مربع، 5 رو تو این مربع نوشتم، 3 رو تو این مربع نوشتم، 0 رو تو این مربع نوشتم. همه رو یه بار استفاده کردم، شد 2 به علاوه 4 ضرب بر 5 مساوی 30. بچه ببینید چطوری برای من جواب فرستاد سنا که من خوشم اومد. فقط اینو نوشت، نوشت 2, 4, 5, 3, 0. همین رو پشت سر هم نوشت. شما جواب رو همینطوری بفرستید به همین ترتیب، یعنی چیزی اضافه نفرستید. بریم سوال بعدی رو حل کنیم. معمای 2 رو
خب ببینم این اینجا چی نوشتن بچه ها؟ خیلی ها درست نوشتن، اینا قبلا هم درست نوشته بودن. سلام رازی خان. بچه ها همه یه عدد رو به ترتیب بنویسید. آفرین ایلیا حسین زاده. بگم 7-8 نفر قبل از ایلیا درست جواب رو گفتن، ولی خب اینا دانا عباسی رو نمیدونم، همین فاطمه، نازنین فاطمه رو نمیدونم، سنا و اینا بودن، تکراری بودن. گفتم اسم اینا رو بخونم حوصله‌تون سر میره دیگه، اسم اینا رو نمیخونم. آفرین بچه ها. میشه چهار به علاوه 5 ضرب در 2 مساوی 18. ببینید این 4، این 5، این 2، اونم 18 که مونده بود. بچه بذارید همه بچه ها فکر کنن بعدن بفرستید. آفرین نیلیا. نیلیا کجا بودی یه مدت؟ آفرین دانا عباسی، زینب رحمانی. اینا درست گفتن. خب بچه ها نگاه کنید جوابش میشه 1 به علاوه 3 ضرب در 6 میشه 24. اینجا میخواییم با هم بحث کنیم. اینجا میخوایم با هم بحث کنیم بچه ها. دو تا 4 به کار بردی ایلیا، غلطه. 4 و 3 میشه 7، ضرب در 2 نمیشه 16، میشه 14. ایلیا 2 تا 4 به کار بردی. خب آفرین. یه بچه اینجا خیلی نکته مهمیه. میگه یه موقع آقا من میام سوال رو نگاه میکنم، سریع تو ذهنم جواب رو میبینم، یعنی به سرعت، حالا مثلا 1 دقیقه اصلا فکر میکنم، 2 دقیقه فکر میکنم، با این ارقام تو ذهنم بازی میکنم، بعد به جواب میرسم. آقا من تو ذهنم بازی کردم بعد به جواب نرسیدم، چیکار کنم؟ یه راهی به من بگو که من بالاخره به جواب برسم. باش الان یه راهی بهتون میگم که بالاخره به جواب برسی. من اینا رو پاک میکنم بچه ها. میام حالت بندی میکنم. چیکار میکنم؟ میام حالت بندی میکنم به عنوان مثال میگم تو این خونه ای که ضرب گذاشتم چه
کدوم یکی از این 5 تا عدد رو باید بنویسم؟ بالاخره تو این خونه یا 1 رو باید بنویسم یا 2 یا 3 یا 4 یا 6. میام رو این حالت بندی میکنم. بچه مهم نیست، ببینید این روشی که میگم مهم نیست چقدر طول میکشه، مهم اینه که قطعا به جواب میرسیم. نگاه کنید، میگم اول فکر میکنم 1 رو گذاشتم، اول 1 رو میذارم اینجا، 1 رفت، 2 تا عدد باید جمعشون رو در 1 ضرب کنم بشه یه عدد 2 رقمی. بچه عدد 2 رقمی حداقل 23، یعنی کم کمش 23، جمع اون 2 رقم هم بیشترینش میشه 4 و 6 10، یعنی این بر بیشترین مقدارش 10، این بر کمترین مقدارش 23. اصلا نمیشه به اصلا نمیتونم 2 تا عدد پیدا کنم تو اینا که جمعشون بشه یه عدد 2 رقمی که باز از همینا ساختم. پس اینجا 1 نمیتونم بذارم، 1 رفت، حالت 1 از بین رفت. خب میام فرض میکنم اینجا 2 بذارم. خب اینجا رو نگاه کنید، بچه 2 رو گذاشتم اینجا. خب حالا ببینیم اون 2 تا عدد رو چیکار کنیم، که حالا آیا 2 تا عدد وجود داره که در 2 ضرب بشه جوابش رو اینجا به دست بیارم یا نه. بچه میتونم بیام مثلا بگم حالا 1 با 3، 1 با 4، 1 با 6، مثلا 1 با 3 میشه 4، 2 تا 8، و وقت 46 نمیشه، 1 با 4 5 10، 1 با 6 7، ضرب در 2 14، ولی 34 نمیشه. حالا 1 پس اون تو نیست، حالا 1 اصلا دیگه داخل پرانتز نیست، 3 و 4 7، ضرب در 2 14، اون وقت 16 نمیشه، 3 و 6 9، ضرب در 2 17، ولی اینجا 14 یا 41 دارم، بازم جواب نمیده. 4 و 6 هم بذارم باز جواب نمیده، یعنی اینم حالت بندی کردم نشد. حتی میتونم بگم بچه اینجا 6 بذارم، چون جواب من باید زوج باشه، رقم یکان یا 4 یا 6، بعد بیام اینو حالت بندی کنم بازم به تناقض، یعنی میبینم که جوابی براش پیدا نمیشه. پس 2 هم اینجا نمیتونم بذارم. میام سراغ 3، من اینجا 3 میذارم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، بچه ها حسن این روش اینه که اگه یه سوال چند تا جواب داشته باشه ما همه رو پیدا میکنیم، اگه سوال جوابی نداشته باشه ما ثابت میکنیم که این سوال جواب نداره. حالا نگاه کنید بچه، 3 رو اینجا گذاشتم، درسته؟ جواب من یه عدد باید باشه که به 3 بخش پذیر باشه، یعنی 3 ضرب در یه چیزی باشه. خب بچه میتونه 12 باشه، 12 میتونه باشه، یعنی اگه 12 باشه اون وقت 4 و 6 میمونن تو پرانتز، میشه 4 به علاوه 6 ضرب در میشه 10 ضرب در 3 30، نه 12، بعد 12 غلطه، 21 میتونه باشه، بعد 4 و 6 10 ضرب در 3 میشه 30 نه 21، پس 12 و 21 نیستن. حالا 1 رو میگیرم با 4، 14 به 3 بخش پذیر نیست، چیزی ضرب در 3 نمیشه 14، 41 هم همینطور، چیزی ضرب در 3 نمیشه 41. حالا 16 هم همینطور، چیزی ضرب در 3 نمیشه 16، 61 هم همینطور، 20 ضرب در 3 میشه 60، یه دونه اضافه میاره. پس کلن 1 اونجا نیست،
یک تو جوابمون نیست، یک اینجاست، یک حتما باید داخل پرانتز باشه. من یک رو می نویسم، اگر سه رو اینجا بنویسم، یک رو اینجا می نویسم، حالا بغلش باید دو رو بذارم، میشه سه یک به علاوه دو، سه ضرب در سه، اون وقت 46 یا 64 نمیشه، غلط. چهار رو بغل دستش میذارم، یک و چهار پنج، پنج ضرب در سه 26 یا 62 نمیشه، غلطه. یک با 6 میشه 7، ضرب در 3 24 یا 42 نمیشه، غلطه. پس 3 هم نمیتونم اینجا بذارم. بچه دارم همه جوابهاشو به دست، یعنی همه حالتها رو بررسی میکنیم ببینیم به کدوم جواب میرسیم. حالا فرض میکنم اینجا 4 بنویسم. خب بچه ها، جواب من باید یه عددی باشه که 4 ضرب در یه چیزی بشه دیگه، چون یه چیزی ضرب در 4 شده این عدد. خب این 4 رفته، بیام دونه دونه اعداد بسازم. 12 میشه؟ بله 12 قبوله. 21 نمیشه، 13 نمیشه، 31 هم نمیشه، 16 میشه ولی 61 نمیشه. پس یک رو با همه امتحان کردم. حالا میام سراغ دو، 23 نمیشه ولی 32 میشه، پس 32 رو هم مینویسم. 26 نمیشه، 62 هم نمیشه، 36 میشه، 63 نمیشه، پس 36 هم قبوله. بچه اگه 4 رو بخوام این وسط بنویسم، جواب من یکی از این 4 تا عدده. خب حالا ببینم امکان پذیر هست یا نه، 4 رو بنویسم، 1 و 2 رو اینجا بنویسم، 12 نگاه کنید، اینجا بنویسم 12، بعد 3 و 6 میمونن، 3 و 6 میشه 9، ضرب در 4 میشه 36 نه 12، پس 12 غلط. چهار و 6 و 1 میرن، 2 و 3 میمونن، اینجا 2 اینجا 3، 2 به علاوه 3 5، ضرب در 4 20 نه 16، غلط. دوازده و شونزده نشد. 32 دو و سه و چهار رفته، اینجا 6 و 1 میمونه، 6 و 1 7، 7 4 تا 28 تا نه 32 تا، پس 32 هم نمیشه. 36 اینجا 3 اینجا 6، 3 و 4 و 6 رفتن، 1 و 2 موندن، اینجا 1 اینجا 2، 1 به علاوه 2 3، 3 4 تا 12 تا نه 36 تا، پس بچه 4 هم نتونستم این وسط بنویسم، چهارم نشد این وسط بنویسم. فقط موند 6. اگه 6 هم نتونستم بنویسم، یعنی مسئله جواب نداره. اینجا می نویسم 6. اینجا باید عددی بنویسم که به 6 بخش پذیر باشه، یعنی یه عددی باشه ضرب در 6 بشه، بشه اون عددی که میخوام بنویسم. 6 رفته، حالا امتحان میکنم، 12 میشه ولی 21 نمیشه، یعنی با 1 نمیشه، 13 نمیشه، 31 هم نمیشه،
14 نمیشه 41 هم نمیشه. اینا هیچ کدومشون به 6 بخش پذیر نیست. 23 نمیشه 32 هم نمیشه. 24 میشه 42 هم میشه. دورم نوشتم 3. 34 نمیشه 43 هم نمیشه. پس اگه من 6 رو این وسط بنویسم فقط جواب من 3 حالت میتونه داشته باشه: 12 24 42. بیام امتحان کنم. اول 12 رو مینویسم. بچه 1 و 2 و 6 رفت، 1 و 2 اونجا، 6 هم اینجا، 3 و 4 موند. 3 به علاوه 4 میشه 7. 7 6 تا 42 تا، نه 12 تا. چرا مینویسید 12؟ این غلطه. پس 12 نشد. 24 بچه 2 و 4 و 6 رفته، 1 و 3 مونده. 1 به علاوه 3 میشه 4. 4 6 تا 24 تا، درسته. این یه جوابمون. بچه 42 2 و 4 و 6 رفته، بازم همون 1 و 3 مونده. 1 به علاوه 3 4، 4 6 تا 24 تا، نه 42 تا. پس اینم غلطه. فقط یه جواب داشت این سوال: 1 به علاوه 3 ضرب در 6 مساوی 24. خب بچه میخوام برم این، ببین روش حلش رو یاد دادم. من اومدم روی این حالت بندی کردم. شما میتونید برید رو رقم دهگان این حالت بندی کنی، یا رو رقم یکانش حالت بندی کنی، یا بیایی بگی کدوم دوتا عدد بیان داخل پرانتز رو این حالت بندی کنی. ولی دقت کن موقع حالت بندی حالتی رو جا نندازی، یا یه حالت رو دوباره حساب کنی اشکال نداره، وقتت گرفته میشه. ولی اگه جا بندازی ممکنه جواب رو جا بندازی. این هم نمونه های زیادی داره که ایشالا حل میکنید. بریم سراغ یه مطلب دیگه. این پازلشو حل کردیم، بریم سراغ کارت های سفید و سیاه. اینم سوال منطق و سوال خیلی جالبیه. بچه نگاه کنید، حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم، از کلاسینو، من کارم اینه، یعنی شغلم اینه، ولی کلاسینو اومده همچین درسی رو برای بچه های پنجم قرار داده. بچه هیچ کدوم از نمونه سوالای منو تو کتاب های دیگه پیدا نمی کنید. یعنی تو هیچ کتابی نمیتونید نمونه این سوال رو، حالا 80% رو قول میدم بهتون، یعنی 80% سوالای منو شما هیچ جا پیدا نمی کنید. خودم هم پیدا نمی کنم جای دیگه، چون باید بشینم طراحی کنم. پس این قدر این کلاس ها رو بدونید، قدر سوال ها رو بدونید. برید فیلم های آفلاین رو نگاه کنید، هرچی تمرین براتون میذاریم حل کنید. و حتی تو حل تمرین ها میتونید از پدر مادرتون کمک بگیرید. برید به پدر مادرتون قوانین حل اون بازی یا معما رو بگید، بعد بشینید چند تای اول رو بهشون یاد بدید، بعد باقی رو با همدیگه حل کنید. یعنی یه سوال رو بذارید وسط، با همدیگه حل کنید، حالا یا پدر یا مادر، اونم زمانهایی که فرصت داره. مرسی. بچه اینجا رو نگاه کنید، ما 4 تا کارت داریم با شماره های 1, 2, 3, و 4. کارت 1 و 2 سفیده، 3 و 4 سیاه. رو هر کارت یه جمله نوشته شده. ما باید این 4 تا کارت رو توی ردیف مرتب کنیم. طوری که جمله نوشته شده رو همه کارت ها درست باشه. بریم ببینیم.
شماره یک گفته کارت قبلی سیاهه، دو کارت قبلی همرنگ نیستند. آها ببینید، من فرض میکنم منظور این بر سمت چپش باشه، وقتی میگه قبلی فرقی نمیکنه، شما قبلی بگیر سمت راستش، ولی ترتیب فقط برعکس میشه، مهم نیست. ببینید کارت دو رو اگه اینجا بذارم، اینجا رو دقت کنید، من دوست دارم فکر میکنم کلید حل سوال کارت شماره دوه. بچه ها من اینجا یه کارت دو می نویسم، اینجا اگه کارت شماره دو رو بذارم داره میگه دو کارت قبلی، یعنی حتما دو تا کارت قبلش وجود داره که یکیش سفیده یکیش سیاهه، یکیش سفیده یکیش سیاهه. خب یکیش سفیده یکیش سیاه، پس بعدش کارت سفیدی وجود نداره، پس بعد از این کارت سفیدی وجود نداره. این داره میگه کارت قبلی، این میگه کارت قبلی سیاهه. بچه سفید رو باید اینجا بذارم و داره میگه کارت قبلی سیاهه. ببین یا این سفیده، من اینطوری می نویسم، این سفید یه حالتش اینه که این سفید باشه این سیاه. خب اگه این سفید باشه حتما باید کارت شماره یک باشه و یه کارتم قبلش روش نوشته کارت قبلی سیاهه، یا سه یا چهار اینجا باید بنویسم. بچه دقت کنید، گفتم دو، گفته دو کارت قبلی همرنگ نیستن، یعنی یه سفید یه سیاه، یعنی سفید سیاهه یا سیاه سفیده، یعنی یا این حالت، حالت بالایی رو بررسی کردم. اگه سفید سیاه باشه اون سفیده حتما باید یک باشه و میگه کارت قبلی سیاهه. خب اگه اینجا سه رو بنویسم دوباره میگه کارت قبلی سفیده، قبلش سفید نداریم، پس نمیتونم سه رو بنویسم، چهار رو مینویسم، کارت بعدی سیاه درسته. حالا یه سه میمونه، گفته کارت قبلی سفیده، سه رو باید اینجا بعد از دو بنویسم، پس یه جواب من اینه در این حالت بالاییه. حالا میام اون یکی حالت رو بررسی میکنم، اینجا دو، اینو حالتش کمتره دیگه. بچه این باید سفید باشه حتما و این هم باید سیاه باشه. خب این حتما باید یک باشه، این حتما باید یک باشه، چون دیگه یه دونه سفید بیشتر نداریم. میگه کارت قبلی سیاهه، حتما باید قبلش یه سیاه بنویسم. خب
سی رو نمیتونم اینجا بنویسم چون داره میگه کارت قبلی سفیده، یعنی بعد قبلش هم باز یه سفیده که نداریم. پس اینجا باید 4 رو بنویسم و اینجا 3 رو. ببینم آیا درست به دست میاد یا نه. بله 4 گفته کارت بعدی سفیده، درسته. 1 گفته کارت قبلی سیاهه، درسته. 3 گفته کارت قبلی سفیده، درسته. 2 هم گفته دو کارت قبلی همرنگ نیستن، درسته. 2 تا قبلیاش یکی سفیده یکی سیاهه. اینم نگاه کنید، 4 گفته کارت بعدی سفیده، درسته. 1 گفته کارت قبلی سیاهه، درسته. 2 گفته دو کارت قبلی همرنگ نیستن، درسته. 3 هم گفته کارت قبلی سفیده، کاملا درسته. پس این سوال دو تا جواب داشت، 4-1-2-3-4-1-3-2. بریم سراغ سوال بعدی. خب بچه من آوردم رو سوال 5. بگید ترتیب این چیه؟ بچه ها دانا هیچ کس نمیتونه وصل بشه. آفرین امیر محمد جعفری. بقیه حل کنن. بقیه حل کنن. آفرین سادات موسوی. اسمت هم نمیدونم، ای کاش اسمت هم بنویسی. آفرین محسن. آراد اندام. حسین آفرین. مارال یه ذره دقت کن. مارال یه ذره دقت کن. آفرین نازنین زهرا کاوه. خب بچه ها بریم اینو حل کنیم. شماره 1 گفته دو کارت بعدی همرنگ نیستند. خب یعنی من اگه 1 رو اینجا بنویسم، یه خط اینجا بذارم یه خط اینجا، یکیش باید سفید باشه یکیش سیاه. خب حتما تو اینا یه سفید داریم. اون سفیده هم خب کارتی نیست به جز 2. اگه 2 رو اینجا بنویسم، میگه کارت قبلی و بعدی همرنگن. نمیشه که قبلیش سفید و وقت بعدیش هم باید سفید باشه. نمیشه که، ما 2 تا سفید بیشتر نداریم. دیگه سفیدی نداریم. پس 2 اینجا نیست. 2 اینجاست. تو میگه کارت قبلی و بعدی همرنگن، یعنی باید سیاه باشن، یعنی اون یکی کارت باید اینجا باشه. 3 و 4. من 4 رو نمیتونم اینجا بنویسم چون گفته دو کارت قبلی همرنگ نیستن. اصلا قبلش دوتا کارت وجود نداره. 4 رو باید اینجا بنویسم. 3 هم گفته کارت بعدی سفیده، 3 هم اینجا باید بنویسم. این جوابش فقط یه حالت داشت. این سوال فقط یه حالت داشت جوابش. بریم سراغ
آها بچه اینا 5 تا کارتن، حالا اینجا رو دقت کنی، یه ذره سخت شد، حتی برای شما که سخت نیست، اینا برای شما خیلی آسونه. بچه 5 تا کارتن، 3 تاش سفیده، 2 تاش سیاهه. بازم باید طوری اینا رو بچینیم که جمله روی همه کارت ها درست باشه. ببینیم چطوری باید بچینیم. یه ذره فکر کنید بعد من حل میکنم. آفرین زینب رحمانی، آفرین امیر محمد جعفری، خیلی عالیه، آفرین آفرین. سپهر میراخولی، آفرین آفرین. نازنین زهرا کاوه دقت کن، ستایش آفرین. برای قلمچی کمکتون کنم، ما چه ربطی به قلمچی داریم؟ محسن جان یه ذره دقت کن. من فقط بهتون گفتم این حل این سوال ها قدرت ذهن و توانایی حل مسئلتون رو میبره بالا، تو همه ی درس ها به دردتون میخوره. بچه ها نگاه کنید، نگاه کنید، من میخوام اینو حل کنم. بچه ها نوشتن آقا خیلی سخته، حتی خیلی ها دارن درست جواب میدن، یکی دو نفر گفتن آقا خیلی سخته. من میخوام به شما نشون بدم خیلی سخته، یعنی این خیلی سخته. نگاه کنید، کارت 3 کارت خوبیه، گفته دوتا کارت قبلی هم رنگ هستند. اینجا می نویسم 3، دوتا کارت باید قبلش بذارم. حالا این دوتا یا باید سفید باشن یا باید سیاه باشن. اگه سفید باشن، ببینید اگه اینجا 1 و 2 رو بذارم، خب 2 رو نمیتونم اینجا بذارم چون گفتی کارت بعدیش سیاهه. اگه اینجا 2 رو بذارم اینجا میشه 1، غلطه. 1 رو بذارم بعد 2 رو بذارم، بازم جمله 2 غلطه. یعنی 2 رو نمیتونم تو این دوتا خونه بذارم. ببینید 3 گفته دو کارت قبلی هم رنگن، من ثابت کردم که دوتاش نمیتونه سفید باشه، نه 1 و 2 قبوله نه 2 و 1، جفتش به مشکل میخوریم. پس اینا باید سیاه باشه، این باید سیاه باشه، این هم باید سیاه باشه حتما. خب شماره 1 گفته کارت بعدی سفیده، 2 هم گفته کارت بعدی سیاهه. بچه نگاه کنید، 2 تا سیاهمون تموم شد، 2 گفته کارت بعدی سیاهه، حتما 2 رو باید اینجا بنویسم.
اگه اینجا ننویسم دیگه جایی نمیتونم بنویسم که کارت بعدیش سیاه باشه. پس دو حتما اینجاست. یکی هم گفته کارت بعدی سفیده، یعنی یکو باید پشت یک کارت سفید بنویسم. قبل سه که سیاه باید باشه، پس قبل از دو باید بنویسم. اینجا باید یکو بنویسم. خب پس تموم شد، یک و دو سه جاشون پیدا شد. ببین اینا جمله هاشون کاملا درسته، به شرط میتونم چهار و پنج اینجا بنویسم. بچه گفته کارت قبلی و بعدی همرنگ نیستن، چه چهار اینجا بنویسم چه اینجا، درسته. پنج گفته حداقل یک کارت سفید و یک کارت سیاه بعد از این کارت وجود دارد. اگه من پنج اینجا بنویسم دیگه بعدش یک کارت سیاه ندارم، بعدش حداقل یک کارت، یعنی یک کارت سیاه بعدشه دیگه. پس اینجا میشه پنج، اینجا میشه چهار. فقط هم همین یه جوابو داشت. بچه های عزیز، امیدوارم از کلاس امروز لذت برده باشید. من سعی کردم مباحثی که یه ذره سخت‌تر بود، یه ذره فکر بیشتری میخواست و براتون بیشتر کار کنم. امیدوارم که جلسه آینده همتون رو خوشحالتر، بانشادتر و سلامتتر ببینم. این یه هفته رو جزوه ها رو نگاه کنید، فیلم های آفلاین رو نگاه کنید، ببینید که چه مبحث های جالبی ما تو این کلاس داریم و این کلاس رو به هیچ عنوان از دست ندید. به امید دیدار همه تو هفته آینده. خدا نگهدار.